مقدمه. در علوم اجتماعی و دانش سیاسی هم مانند علوم طبیعی، کلمات و اصطلاحات اگر نخواهیم دینی و بی حساب و کتاب حرف بزنیم، معانی و مفاهیم و معیارهای شناخته شده خود را دارند. همیشه گفته ایم که خمینی در دنیای دجالیت و ولایت مطلقه فقیه قبل از هر چیز کلمه را ذبح و قربانی میکرد. کلمه سنگ بنای تکلم و فهم و آگاهی انسان است. پس کلمه دارایی و ویژگی ذاتی نوع انسان است. به همین خاطر در قرآن آمده است که خدا ابتدا اسمها را به آدم آموخت و علم آدم الاسما، یعنی که به او آگاهی و شناخت داد. اگر ما اسم کسی را ندانیم، معنی آن این است که او را نمی‌شناسیم. احراز هویت فرد با شناسنامه‌اش به عمل می‌آید. در این صورت ما این فرد را می‌شناسیم که کیست و در چه زمانی و در کجا و از چه مادر و پدری به دنیا آمده است. یعنی فرد را با خانواده‌اش شناختیم. به همین ترتیب همه پدیده‌ها و اشیا هم شناسنامه و اسم خاص خود را دارند که به آن شناخته می شوند و با فرد یا شیء دیگر قاطی و مشتبه نمی شوند. از طرف دیگر هر کلمه و اسم آثار و خصوصیات و تاریخچه خودش را دارد.